بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برمیگردیم به کتاب عقل و جهل کافی، باب اهمیت عقل، حدیث 26 از امام باقر سلام الله علیه است. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام: لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل. هنگامی که خداوند عقل را آفرید فرمود بیا، آمد. ثم قال له ادبر فادبر، فرمود بازگرد. عقل اطاعت کرد و بازگشت. فقال و عزتی و جلالی، خداوند سوگند به عزت و جلالش خورد. ما خلقت خلقا احسن منک، خلقی بهتر از تو نیافریدم. ایاک آمر، مخاطب من در اوامر تویی، به تو امر میکنم. و ایاک انها، مخاطب من در نواهی هم تویی، به تو نهی میکنم. و ایاک اصیب و ایاک اعاقب، ثواب به تو میدهم، عقاب هم در صورت لزوم نسبت به تو انجام میدهم. حدیث حدیث بسیار پرمعنایی است. اولین نکته ای که در اینجا لازم است همه بدانیم این است که حقیقت عقل چیست. ما همه چیز رو با عقلمون درک میکنیم، اما وقتی میاییم بفهمیم عقل چیه حیران میشویم. عقل کجاست؟ داخل در سلولهای مغزی ماست؟ نه. درسته اگر سلولهای مغزی ما از کار بیفتد بخشی از ادراکات از دست میرود، ولی آیا عقل ما همینه؟ نه. چرا؟ دلایل زیادی دانشمندان و فلاسفه آوردن که عقل این سلولهای مادی مغز نیست. از جمله این دلیل روشن است، میگن چشمتو هم بگذار، بعد در ذهن خودت تصور کن در یه بیابان وسیع قرار داری، اطرافش درختان فراوانی است، کوها سر به آسمان کشیده، حیوانات مشغول حرکتند، پرندگان در پروازند، از آبشارها آب میریزه. آیا میتونی یه چنین تصوری بکنی؟ بله. این نقشه عظیم کجاست؟ تو سلولهای مغزیه. عکس برداری از تمامش بکنن چنین چیزی نیست. به علاوه مغز ما یه ماده کوچکی هست. صحنه هایی رو که من در عالم تصورم تصور کردم و در ذهنم حاضر کردم یه جهان بسیار وسیعه. اون جهان وسیع بر این موجود کوچک که نمیتواند منطبق بشه، و به علاوه تمام مطالعاتی که شده هیچ وقت این عکس ها و این نقش ها
در مغز ما دیده نشده. معلوم میشه این مغز ابزار و ماورای آن همان روح مجرد است که صحنه تمام این فعالیت های فکری است. بنابراین وقتی خدا عقل آفرید یعنی روح آفرید. عقل بخشی از روح انسانی، نفس بخش دیگری از روح انسانی، حافظه بخشی از این هاست. همه اینها از شئون روح انسانی، همه از شئون روح انسان. خب خداوند عقل آفرید، بعد امرش کرد، اطاعت کرد، نهی کرد، اطاعت کرد. یعنی علاوه بر این که عقل آفرید، اختیار به او داد. جبر نیست، عقل مختاره، میتونه اطاعت کنه میتونه نکنه، اما اطاعت کرد. البته منظور از این اطاعت در امر نهی اطاعت تشریعیه نه تکوینی. اطاعت تکوینی که همه موجودات عالم دارن، سنگی از این بالا میفته جذب زمین میشه، این اطاعت قانون جاذبه میکنه. بخاری بلند میشه رو به طرف آسمان میره، وزنش سبکتر از هواست، اطاعت از این قانون میکنه. زمین به دور خود گردش میکند، اطاعت از قوانین خاصی میکنه. بنابراین اطاعت از قوانین طبیعی و تکوینی در همه موجوداته. این عقل چیست که اطاعت دیگری دارد؟ این اطاعت تشریعی است. خداوند فرمان تشریعی به او داد، قبول کرد و گفت خلقی بالاتر از تو نیست، به علت که تمام موجودات این عالم که ما نگاه میکنیم اینا مطیع فرمان خدا هستند، اما مطیع فرمان تکوینی حقند. تشریع و قانون مال عقل، حتی بالاتر از فرشتگان. بعد هم خداوند فرمود من ثواب و عقاب رو به وسیله تو میدهم و با توجه به اطاعت و عصیان تو خواهم داد. بنابراین مقام انسان مطابق این حدیث رفت بالاترین مقام. با خلقت و خلقا احسن منک، چرا؟ برای داشتن این عقلانیت و این گوهر گرانبهای الهی. قبلا من در ضمن عرایزم عرض کردم این همه روایات در باره اهمیت عقل و ارزش عقل و امثال اینها به خاطر این است که در اعصار ائمه یک گروهی پیدا شدند از غیر پیروان مکتب اهل بیت، گروه عظیمی منکر عقل بودن، حجیت عقل رو نمیپذیرفتن. یعنی اسلام منهای عقلانیت، در حالی که تمام افتخار ما این است که اسلام عین عقلانیت است. ائمه خدا بر این تأکید میکردن مبادا اون وصله به اسلام بچسبه که اسلام جدای از عقلانیته. اونا بیراهی می رفتن، ائمه خدا، امام صادق، امام باقر، دیدیم امام کاظم در اون روایت عجیب روایت هشامیه چقدر تأکید بر مسئله عقل و اهمیت عقل کردن، برای اینکه اون راه انحرافی رو کور کنن و نشان بدن خط اصلی اسلام خط عقلانی.